درود بر شما عزیزان، درود هر جای دنیا که هستین. خوش و آرام پرسرور باشید. باز هم حدودا یک ساعت در خدمت شما خواهم بود و همه شما میدونین که برنامه ما محورش روی چی هست و موضوعات کشور و موضوعات سیاسی و روشنگری و رای بهتر را جستن برای زیستن، زیستن برای همه، زیستن به جنگ و به کشت خون برای نسل آینده. خب دوستان، دیشب ما واقعا یک اندازه هم متاثر بودم و معمولا در صفحات مجازی دنبال بعض مطالب میگردم و بعض دوستان ویدیوهایی را برایم میفرستن. یک ویدیوی را فرستادن، من نمیفهم، شروع کردم به خندیدن و از آقای سرپرست غنی بود. اجازه بدین که با هم بشنویم و از همینجا به بقیه برنامه بپردازم. با هم گوش میکنیم، البته خب صوتی هست، صدایی هست، ویدیوش هم در صفحه فیسبوک ما موجود هست. میکنن که باز هلیکوپترهای تانه، تیارهای تانه و مثل داغ مجاد به کشورهای دیگه خواد فروختن. من دیروز در ناوقت شب رفتم دشتی برکی، میفهمین در هر اتاق که شفاخانه دشتی برکی خون بود، خون مادرهای که نو ولادت دادن، خون دکترهای ما، خون قابلهای ما قابل شناخت نبود. اینال ضرورت است که بفهمن که مشت قوای خاص افغانستان، مشت کماندوی افغانستان، مشت قوای امنیتی و دفاعی افغانستان چه تو داره از اینا را بشکنن. بله، در قسمت اول ازی که نمیگذارم دیگه تیاره ها دزدی شوه و هلیکوپتر ها دزدی شوه، در حالی که در 20 سال ما شما همه شاهد هستیم و که بیلیون ها دلار غارت شد، یکی دو تا تیاره بهانه است. اگر همو تیاره ها هم می بود، امروز با هی وضعیتی که در افغانستان بود فروش می شد و از بین می رفت، به خاطر که دیگه اونا نه پرزش موجود بود و نه مکانیکش موجود بود و نه پیلوتش موجود بود و کشورهای شرکای بین المللی اینها هرگز همچو چیزی رو نمیگذاشتن. خب دوزی در کل کار بد هست، هر کسی که کرده در موقع زمان یک خیانت ملی کرده، یک خیانت در حق کشورش نموده و وطن فروشی و اجنبی پرستیش را ثابت کرده. ولی در این 20 سال چی غارت شد؟ در این 20 سال بیلیون ها دلار، یعنی ارزش صدها صدها همچو هواپیماهای غارت شد. اینها را نگذارن که غارت شد. شما میفهمین که امروز تمام معادن افغانستان دزدی میشه و فروخته میشه و قاچاق میشود و از کشور خارج میشه، از مرزهای افغانستان. اینها را چرا استاد نمیکنن؟ و دوم از این که فکرم یک حدود 300 نفر کماندو داره آقای غنی و با این میخواه که جواب طالب باره بته. این 20 سال چرا منتظر نشستین که آل جوابشان میتین؟
امیدوار هستم که جوابشون داده بتانین، ولی امکان نداره به خاطر که این موافق چی میگن موافقتی که با طالبان صورت گرفته، شما کاملا از این خارج هستین. شما نمیتوانین بر علیه این صلح را که امضا کرده در بینشان قرار بگیرین. امروز هم رهبر طالبا از امریکا خواهش کرد که به هیچ وجه اجازه نتن که این موضوع صلح بر هم بخوره، و از طرف دیگه آقای غنی با این صحبت شختاریه میته که تعرض کنین. ببینین این موضوعات هیچ کدام به هم دیگه مطابقت نداره، همو بازی است، همو خاک به چشم ملت زدن است. شما ای را اطمینان کامل داشته باشین که بعد از این توافق نامه ای آقای عبدالله و غنی تعداد انتحار بیشتر میشه، کشتار ملکی بیشتر میشه، وضعیت خرابتر میشه و کسی هم نیست که دیگه یخنه ای آقا رو بگیره. و هر کس به دنبال منافع شخصی خود یا منافع تباری خود هست، و این موضوعی که باید از بین میرفت ایره دوباره اینا از سر شروع کردن. فعلا تا جایی که من مطلع هستم و دوستان زنگ میزنن و از اخبار ما تعقیب میکنم که فعلا هر کس دنبال قدرت است، به خاطر که او چیزی که توقع داشت مردم که باید قانون اساسی در کل تغییر کنه و مدیریت حکومت داری تغییر کنه، او را اینا به هم زدن با یک معامله که پشت پرده نمودن با آقای عبدالله و تیمش. دیگه فعلا کدام پتانسیل یا یک روزنه دیگری فعلا موجود نیست. درست است که آقای صلاح الدین ربانی مخالفت نموده، ولی به تنهایی او هم کار کرده نمیتونه. یعنی باز هم دیروز هم تاکید کردم که یک روزنی که موجود بود و یک دریچه که برای مردم این سرزمین باز شده بود او را به هم زدن، از بین بردن. دیگه 4 سال دیگه با این آقا و بعدش هم خدا میدونه که کی میایه، آقای آی تی محب الله میایه یا ایز که آقای سلطانزوی میایه، کی میایه در رس این ریاست. ما هم شاید که در این دنیا نباشیم، وای به حال و نسل آینده و کشور، و به حال اطفال و کشور، و به حال زن و پدرها و جوانان و کشور. به هر صورت دوستان، هر صحبتی که آقای سرپرست غنی میکنه باد هواست، نه تأثیر گذار هست و نه کسی به حرفش گوش میکنه. و این یک چانس خیلی بزرگ را خود آقای سرپرست غنی هم از دست داد، به خاطر که فعلا باز تنها ماند، کسی بایش همکاری نمیکنه. اگر حداقل همو تیم دکتر عبدالله را با تعدیل قانون اساسی میپذیرفت، باز یک بینه خمیری میشد. حالا مو فدرالی امنی پارلمانی از ریاستی به پارلمانی تبدیل میکردن، باز یعنی یک حمایت بزرگ در اطراف خود آقای سرپرست غنی اینا می بودن. یعنی اینجا هم ملت تباه کرد هم خود تباه کرد. فعلا تنهای تنها مانده با چند تا مشاورش.
چون کسی باش همکاری نمیکنه. وقتی که همکاری نکنن یک دولت دیگه موفق نمیشه و کدام پروسی هم نداره، کدام روزنه خوبی برای مردم هم نداره که مردم امید کنن که 4 سال دیگه اینجا درست میشه. یک بار آیتیر سفیر مقرر میکنه، یک بار آیتیر شورای امنیت ملی مقرر میکنه، یک بار دختر خانم که نمیفهم دختر همیش میشه یا نواسی همیش سلیمان خیر مشاور مقرر میکنه، یک بار یک خانم دیگر مشاور وزارت دفاع مقرر میکنه که رشته نظامی رو شاید نخونده باشه. دیگه با این وضعیت چطور میتونه این کشور سالم باقی بانه؟ چطور میتونه این کشور اداره شود؟ آره، بر علاوه که این رهبرای هر تبار هم خیش قوم یا پسرش، مثلا پسر آقای جنرال دوستم است، پسر آقای استاد عطانور است و پسر مارشال است و پسر قانونی هست و اینا هم بچه های کم تجربه هستند، فقط میخواین امو قدرت باد از پدر نگاه کنن. اینا کلش مشکلاتی است که دامنگیری جامعه شده و جامعه جهانی هم یا کشورهای بیرونی هم از این میتر یک حالت استفاده میکنن. دیگر امید ما فعلنی هست که جوانان رزمنده، جوانان فهمیده و هوشیاره که بیدار شدن در افغانستان امروزی و در کشورهای خارجی، همین صداهای خود بلند کردن و ایره بلندتر بسازن و این هم یک امیدی هست که بتوانن این دولت را مجبور بسازن تا سیستم ریاستی را تغییر بتن و یک عدالت اجتماعی را برای عموم به وجود بیارن. دیروز یکی از برنامه هایی را من تماشا می کردم و این جوانان ما با واسطه که به جوانان خیلی خیلی هوشیار و روشن هستن، ولی گاه گاهی اینا هم مثل من نیاز دارن که یک 4 تا دوست خوب در کنارشان باشه که یا مشاور خوب در کنارشان باشه که بعضی صحبت ها را تصحیح کنن، بعضی موضوعات برادم پیشنهاد کنن، بعضی موضوعات برادم بفرستن که انسان بتونه امور راه و روش که را انتخاب کرده رویش حاکم باشه و مطالبش آموزنده باشه برای مردم. دیروز اینا تقریبا حدود 1 ساعت و 1 ساعت و نیم دعوات بر این داشتن که جناب جنرال دوستم حقش است که مارشالی بگیره و یکی در میگفتن که نه. اینا تمام 1 ساعت و نیم وقت امی مسئله کردن. ببینین، توصیه ما این هست که وقتی که دولت ضعیف در مرکز باشه، وقتی که یک آدم های فاشیست این کشور اداره کنه، وقتی که آدم های مافیایی کشور اداره کنه، وقتی که وطن فروشان اجنبی های کشور اداره کنه، از این اتفاقات خیلی زیاد میفته. امکان داره که رتبه هایی به وجود بیارن که از مارشالی هم بالا باشه، امکان داره که باباهایی خیلی زیاد به وجود بیایه، امکان داره که یک آدمی که جوالی بوده آره والی شوه، امکانش دیده که شده قسمی که آیتی رئیس امنیت شورای ملی شده، سفیر امریکا میشه. ببینین، هر چیز در دولتی که این سرپرست غنی و آقای کرزی به وجود آورده امکانش هست. پس این چیزها دیگه درد ما رو دوا نمی کنه. هزارها جنرال دیگه می آید و می رد و رتبه های امو یک بازار در نزدیک فروشگاه درست کرده بودن بخیرم به نام بازار بوش. از اونجا هر چیز خریداری می تونیم کرده، رتبه هر رتبه را خواسته باشین، هر لباس را خواسته باشین. دیگه فعلا اونم تا یک مملکت فعلا شده با این کسانی که در رأس دولت هستن و همکارانشان. بهتری هست که بیایم وقت خود روی مسائلی که مردم را بیدار بسازیم، جوانان را بیدار تر بسازیم، مردم ما که
در اروپا و امریکا و حتی داخل هستند را بیدار بسازیم، که اینها متوجه باشند که اینا باید هدف خود مشخص کنند. یک کسی که یک هدف نداشته باشه برای مملکتش، برای نسل آیندهش، دیگه به درد نمیخوره. اینها باید هدفمند شوند. هدفشان چی هست؟ ما بارها و بارها گفتیم هدفشان آرامی نسل آینده، آرامی کشور، آبرو و عزت ما در سطح جهانی. همه ما بتانیم با خیال راحت به مو کشور سفر کنیم، کار کنیم، بتانیم کارهایی برای نسل آینده کنیم. این دریچه همش باز است. هدف ما که همی هست. پس وقتی هدف ما این هست، ما باید یک چیز خوب را برای اونا انتخاب کنیم، یک راه و روش خوب را انتخاب کنیم. مثل که شما میخواین برای یک دوست بسیار صمیمیتان، یک نفر که عاشقش هستین، برایش یک تحفه بدین. آیا این تحفه چی هست؟ آیا میرین یک تحفه کونی فرسودی دست دوم میخرین میارین برایش میتین؟ یا ایست که میخواین یک بهترین تحفه را برایش ادا کنین که او را خوشحال بسازه، او را زنده بسازه؟ خب طبعاً ما هم وقتی که میخواییم برای کشور خدمت کنیم و این مملکت دوست داریم، خاکش دوست داریم، برش به توفیه خوب را پیشنهاد کنیم، توفیه خوب را برش بپردازیم. و هو توفیه چی است؟ عدالت اجتماعی. این عدالت اجتماعی در کجا با وجود میاد؟ چی طور با وجود میاد؟ آیا با امی فرمول های 100 سالی زمان عبدالرحمن خان تا به حال؟ امکان نداره. اگر شما همچو ایده یا نظریات را پشتیبانی میکنین، همچو مفکوری را شما پشتیبانی میکنین که مفکوری عبدالرحمن خانی، خب یک خیانت ملی هست، هم یک خیانت به نسل است، یک خیانت به کشور است، یک خیانت به خودتان هست. پس چی رو باید انتخاب کرد؟ جوانان ما هر روز تأکیدشان چی باید باشه؟ روشنگری و ایجاد آوردن عدالت اجتماعی که او عبارت از چندین بار ما گفتیم و مجبور هستم در هر برنامه تقریبا تأکید کنم. تغییر حسم افغانستان امروزی به خراسان که همه ما را شمول می سازه، هیچ کدام ما دیگه ایده های اضافی نمی داشته باشیم. تغییر نظام از ریاستی به فدرالیزم که همه شهروندان در عدالت اجتماعی در هر نقطه ای کشور که می خواهند زیست کنند و تحت قانون امو شهر، انتخاب والی ها و دیگر اشخاصی که در ولایت هستند در امو ولایت از طرف مردم انتخاب شود. اگر مردم راضی نبودن پسش میکنن کسی دیگه. و بزرگترین بار دوش مرکز هم میشه. تمام روز در مرکز رشوت خوری است که فلانی رو ببریم در بدخشان والی بسازیم، از وردک در بدخشان، این در بدخشان هیچ آدم نیست. یک هزاره رو میبرن در، یا یک پکتیایی رو میبرن در فرا، در هرات، هیچ در اونجا دیگه خود از اونا ملک خود، امو خاک خود، شهر خود نمیشناسن، آدم ندارن، فهمیده و دانسته ندارن. ببینید اینا کلش برای جامعه ما از نظر جامعه شناسی دیگه کار کرده نداره و ما را کنتر و عقب تر میسازه. به او خاطر همه ما و شما وظیفه داریم، همه ما و شما وجدانی وظیفه داریم که چی را انتخاب کنیم. هیچ وقت در برنامه های ما و بعض برنامه های دیگر دوستان را که ما مشاهده می کنم، ما نمیگیم که ما کسی را میزنیم، ما
ما کسی را میکشیم، ما کسی را دوباره به هندوستان روان میکنیم، ما کسی را دوباره به اسرائیل روان میکنیم. کسی که اگر خراسانی را قبول نداره، مثل امو آقایان که دو سه نفر در برنامه های تلویزیونی آمدن که اینا حلال زاده نیستن، ما خیلی حرفا را نمیزنیم، ما خیلی صحبت ها را نمیکنیم. اگر بحث تاریخی شود، خب ما هر کدام از یک گوشه کنار کشورهای جهان آمدیم، پدران ما، پدر کلانای ما، نیاکان ما، ولی ما خواه همچون حرف رو نمیزنیم که اینا برگردن. ولی اینا هر روز در برنامه های تلویزیون میاین و توهین میکنن به اکثریت ایس مردم ای سرزمین، توهین میکنن. وقتی که ما میگم اکثریت مردم، شما بشینین کتاب حساب کتاب کنین، اگر همی ازبک و ترکمن و تاجیک و پشهی و کرغیزی و گجر و بلوچ در این کشور شما حساب کنین، خب اینا 80% این سرزمین میشن. ما که میگم توهین به اکثریت مردم میکنن که این است. من نمیفهمم این چند نفری که آمدن در تلویزیون، حدود 5 نفر هم چرفایی را زده در تلویزیون رسمی، اینها باید محکمه شوند. و من نمیدانم که این چی نوه ما وزیر وزارت فرهنگ داریم که اینها این تلویزیون ها را چرا محکمه نمی کنن، چرا درش بسته نمی کنن که میگذارن میان در صفحات تلویزیونی رسمی، یکی میگه دندانای تا میشکننم، یکی مشت بیخن میشه، یکی رو قفاق میزنه، یکی میگه این کسایی که این اسم قبول ندارن اینا حلال زاده نیستن. و پس دولت، وزیر صاحب کجا هستی؟ آزادی بیان خو این نیست. انتقاد نیست. من 32 دندان کسره میشکنانم که اگر آقای غنی رو چیزی بگویه. اینو می خود از این در قانون امروزی گناس محکمه باید بشه. وقتی که خود دولت خوش داره که همچه صحبت های در او برنامه های تلویزیونی باشه و مردم به جان هم و ایجاد تشنج کنه، همین هست دیگه. به اول خاص ما هم توصیه می به می عزیزان که برنامه های زیر اسم خراسان دارن، اینا تا حد آخر کوشش کنن که فقط با محبت، با حرف های شیرین، با دعوت برای همزیستی زیر یک چتر خراسان، که من تا اندازه که میبینم همچنین هست. چون ما دعوای جنگ نداریم، ما دعوای کسر نمیخواییم که برایم، چون اگر تر باشه کل ما از یک قسمی که گفتم باید به یک جایی بریم. پس شما بیننده های عزیز، با دوستانتان، با فامیلایتان، با عزیزانتان دست به کار شوین، صدایتان رو بلند کنین برای این عدالت اجتماعی. ولی میفهم از نظر اقتصادی هر کسی که در خارج آمده یک باید دنبال کاروبار باشه و بیشتر میخواد که موضوعات تنها اقتصادی خود مد نظر بگیره. خب شکر بهتر خانه های هم دارن، زندگی خوب هم دارن، کمبود غذا هم نیست، یک لقمه نان هم پیدا میشود. کسانی که در امریکا و کانادا هستن و که زندگیشان خیلی خیلی هزاران مرتبه بالاتر است از حتی بسیاری کشورهای که افغانستانی های ما زیست دارن، خب در پهلوی از یک انتخاب خوب هم کنین. موتر مرسدس برای خود انتخاب میکنی، برای خانمت انتخاب میکنی، بهترین دانشگاه برای اولادت انتخاب میکنی، بهترین لباس انتخاب میکنی، بهترین رستوران انتخاب میکنی. خب برای اون مردم که در اون طرف ما هستن، هموطنهای ما هستن،
بر اونام یک چیز خوب را انتخاب کنیم. این وظیفه همه ما و شما هست، انتخاب خوب، مفکوره خوب، نظریات خوب برای نسل آینده و مردم کشور ما. دیگه به اول لحاظ فایده نداره که حال ما هر روز دست به یخن شویم با یک گروهی که چرا فلانی مارشالی گرفت، فلانی جنرالی گرفت، فلانی فایده نداره. هیچ فایده هم نمیکنه. و مارشالی را اگر بده برش میتن و اگر دادن برش دادن، ولی به حال تمام ملت افغانستان کدوم تأثیری نداره. شاید برای مردم و تبار خودش بله، ولی درد من و شما رو دوا کرده نمیتونم. به اول لحاظ و دنبال از این حرفا کوشش کنیم که دیگه نباشیم، چون یک روزنه که باز شده بود رو ما از دست دادیم توسط آقای دکتر عبدالله و تیمش. دیگه حالا بگذارین که هزاران رتبه جنرالی بده، ولی شما اگر روشنگری کنین و راهی درست اختیار کنین و مردمتان رو بیدار بسازین و هم صدا باشین، انشالله که از این بحران که ایجاد شده بیرون میاییم. خب عزیزان، باز هم به خاطری که خسته نشین یک شعری از لطیف ناظمی را خدمتتان به خوانش میگیرم که ایشان هم اشعار خیلی زیبایی دارند. درود برشان میفرستم و همیشه درد دارن، دردی که همه ما و شما داریم. درد، درد وطن هست و نارامی وطن هست. من تک درخت شرقی مغرب نشینم. من تک درخت شرقی مغرب نشینم، جا مانده آنجا ریشه هم در سرزمینم. خونین چنار بیشه خاکستر و دود، ز قوم تلخ جنگل جنگ لعینم. ز قوم تلخ جنگل جنگ لعینم. اینجا هزار تیر نفرت را نشانم، آنجا 200 فوج تبر زین در کمینم. آنجا 200 فوج تبرزین در کمینم. دیوان سبز عاشقی هایم ربودند، دیوان سبز عاشقی هایم ربودند، بیگانه لب بسته تنها ترینم. تابیدی از باغ بی برگی فتاده، داغ هزاران زخم جنگل بر جبینم. 100 سال اگر این آسمان بر من ببارد، 100 سال اگر این آسمان بر من ببارد، من هیمه خشکم، همین بودم و همینم. هرگز نمی رویم، نمی بالم در این خاک، هرگز نمی رویم، نمی بالم در این خاک. یارب کجا شد ریشم، یارب کجا شد ریشم، خاکم زمینم. یارب کجا شد ریشم، خاکم زمینم. بله، این شعر از محترم لطیف ناظمی، شعر خیلی زیبایی که از دوری وطن و از دردی که داره میناله، که همه ما در همین حالت قرار داریم و قرار داشتیم. خب دوستان، به خاطر که باز یک رفع خستگی شو بر شما، یک آهنگ به نشر میسپارم. باز دوباره برمیگردم در خدمت شما دوستان.
شیشه سوزن همه سر میفروشن دلی من به شیشه سوزن همه سر میفروشن دوستان عزیز، دوباره در خدمت شما هستم. آهنگی را که شنفتین، شعرش از مرحوم فانی سای بود که چقدر زیبا میگه: همه جا دکان رنگ هست، همه رنگ میفروشد. ولی ما باز هم یک بار دیگر شاهد بودیم که
این اتفاق در افغانستان صورت گرفت و رنگ فروختند. یکی دو دوست بعض مطالب رو برای ما فرستادن، خیلی ممنون ازشان. دوست ما که یک سایدی رو برای ما فرستادن که بعض آهنگای خراسانی رو به نشر برسانم، چرا نه، دنبال همچون چیزی بودم. منتها یک مشکل ایجاد شد که وقتی من از یوتیوب آهنگ دانلود میکنم و او رو به نشر میسپارم، بعض از این آهنگا رو یک سازمان به اصطلاح تحت کنترل خود گرفته و اونا متوجه میشن که وقتی کسی آهنگ در یک برنامه نشر میکنه، بعد همو برنامه را اینا بلاک میسازن. یعنی یکی از برنامه های مره هم اگر در یوتیوب مشاهده کنین، اینها بلاک ساختن دیگه. به اون لحاظ من آهنگ هایی که اگر خارج از یوتیوب باشه بتانم پیدا کنم، خوب تر است که به نشر بسپارم فعلا. به هر صورت دوستان، یک دوست دیگر ما از بی‌عدالتی در دانشگاه های کشور نوشته کرده بود و همش به حساب واسطه و وسیله و بیشتر کوشش دارند که جوانان که با نظریات طالبی هستند در این ولایت جا به جا کنند، در مثل دانشگاه بلخ، مثل دانشگاه هرات و اینا، بتانند که در اونجا توسط همی پول هایی که از مافیای مملکت و طالبان برشان داده میشه میرن و با رشوتی که به منابع مختلف میتن در این دانشگاه ها میرن و میخواین که مو کنترل در دست داشته باشن. بله، هیچ جنایت هست، هیچ جنایت. من قسمی که خدمت شما پیشترم گفتم که جوانان ما باید بیدار شود، جوانان ما باید روشن شود، جوانان ما باید هر چیز زودتر این موضوع را روی دست بگیرن، جز برنامه های روزمره ایشان باشد تا دولت متوجه شود که دیگه مردم نمیخواهند. ما یک زمان در ولایت بلخ بودم در دور دوم انتخابات آقای کرزی و اتفاقا در مجلسی که بودیم یک عده از جوانای آمده بودن از که ناقل بودن، ناقل یعنی نقل کننده، مهاجر بودن در ولایت بلخ. بعد در اون زمان امیلازه به یادم رفته بود که کسان دیگری بودن که خیلی بهتر و بالاتر از آقای کرزی، ولی این جوانان بیشتر علاقمندیشون بود که باید یک پشتون باید در ریاست جمهوری باشه، بر از اون رأی میدادن. باز ما بر از جوان ها برشان توصیه کردم که شما در ولایت بلخ زندگی میکنین، کوشش کنین کسی را انتخاب کنین که به نفع ولایت بلخ باشه، کسی که شما را، خواهرتان، خانمتان، مادرتان در اینجا زندگی بهتر به تو زندگی خوبتر برای شما حیا کنه، امنیت بیاره. شما باید با دنبال از او کسا برین. اینا در فکر از این میبودن که باز خودشان مهاجر بودن و به هر جایی که بودن، اینها در جستجوی ازی بودن که باید یک نفر از پشتونشان در قدرت باشه. باز ما برشان این مثال هم دادم، گفتم شما عجب جوانان هستین، کرکر کردنتان هینجا و تخم دادنتان جای دیگر، دیگر چنین نباشه. باید کسی که ببینین در اتمی امریکایی که تمامش مهاجر است، وقتی آمدن اینجا دیگه اینجا برای آقای کرزی رای نمیتن، اینجا برای یک نفر رای میتن که به نفع همشان باشه. یک نفری که در نیویورک زندگی میکنه خوب میبینه که می شخصی که رئیس جمهور میشه به نفعش است، یک نفری که در لس آنجلس است میبینه در کالیفرنیا که می شخص به نفعش است، برای زور رای میتن، خارج از مسائل اتنیسیتیش یا قومی و زبانی و یاش دیگه. به او خاطر این یک مریضی هست که در افغانستان در طول این مدت ایجاد شده و وظیفه عموم است که اینها را روشن بسازه، فکرشان را باز بسازه، اینا متوجه شوند که دیگه این فرمول های قدیم به درد ما نمیخوره. جز جنگ، جز بی‌عدالتی، جز کشتار، جز غصب زمین، غصب سرمایه ها، فرار مغز ها، چیزی دیگری برای ما نمیمونه. اینی توصیه ما به دوستان هست، توصیه ما به جوانان که در این را قدم گذاشتن
و ادامه مبارزه دارن باید متوجه باشن که این فرمول های سابق دیگه به درد ما نمیخوره. 35 سال سردار داود خان صبح که از خواب میخیست پدرهای ما، مغزایشان اعصابایشان خراب که میگوتن دا پختونستان زما، دا پختونستان زما، خلاص شد. او ازاره خود نان داده نمیتونه، تاجیک خود نان داده نمیتونه، هزبک خود نان داده نمیتونه، باز میگفت که دا پختونستان زما. ببینید چقدر مزخرف گپ بود. این فرمولا به درد نمیخوره و همون فرمولای غلط هم بود که سر هر کدامش خورد و از بین برد، یکی دیگر را کشتن. در خاطر چی بود؟ که فرمولایشان اشتباه بود و ناقص بود. و هر صورت دوستان عزیز، ما برنامه را در اینجا خاتمه میتونم. امیدوار هستم که از صحبتهای ما برداشت خوب کرده باشین. هیچ کدام هدف شخصی ندارم، هیچ کدام توقع قدرت و چاوکی هم ندارم و هیچ کدام هدف تعصب و یا جنگ اندازی ندارم. فقط و فقط، فقط و فقط آرامش برای نسل آینده و این مردم میخواییم که دیگه بس است. یک تصویری بود که یکی از نفرهای پارلمان در اروپا گرفتن، در کثافت‌دانی انداختن. ببینید که اون مردم شعورشان چه بالاست. ما باید هزارها تا این همچو اشخاصی که فعلا آمدن بر ما حکومت میرانن، اینا را در کثافت‌دانی باید بندازیم. و کسی که واقعا میخواهی مملکت آباد کنه، باید سیستم کهنه و فرسودی عبدالرحمن خانی رو باید از بین ببره و او دیگه به درد نمیخوره. شما خوب همین خود شما یک لحظه فکر کنین که 10 کرسی برای کوچی، کوچی که هیچ موجود نبوده، هیچ جایی نداره، هیچ چر نداره، هیچ تکس نمیده، هیچ در روزهای بعدی مملکت دخیل نیست، برای از او 10 کرسی در پارلمان میتونه. این باید از بین بره. مثل همین باره خط دیورن باید 100%، نه که 1000% باید بسته شه. پشه نباید پر بذارن. بارها و بارها گفتیم حکومت باید فدرالیزم شه. اسم این مملکت باید دوباره و اسم قدیمش که همه ما شمول شویم خراسان گردد. تنها هدف همی هست. دوستان عزیزان، هر جای دنیا که هستین خوش و آرام باشین و پرسرور باشین. باز هم اگر نفس بود، زندگی بود، فردا در خدمت شما خواهم بود. سر ساعت 11 روز روزگار بر شما پرسرور باد.